روز قزوین. روز قزوینه نمیدونم کی میدونی روز قزوین کیه؟ 9 شهریور. سینما رو براتون دقیقا رو براتون سینماست، بغلش هم که گران هتل است، مال یه صاحب است که همون آقایی که از زردشتی بوده، از یزد میان، به نام آقای مهرشاهی. بله، ارباب برزو مهرشاهی. ما در مقابل سینما ایران قرار داریم، نخستین سینمای استاندارد در قزوین، سینمایی که در سال 1310 توسط ارباب برزو مهرشاهی مالک گرند هتل در ضلع شمالی این بنا ایجاد شد و تا اواخر سال 1356 که دچار آتش سوزی شد به مدت 46 سال فعالیت خودش رو ادامه داد. بنایی که پشت من ملاحظه می‌فرمایید نخستین مدرسه نوین در قزوین هست که در سال 1283 توسط میرزا صالح خان باغمیشه‌ای تبریزی، معروف به سالار اکرم یا آصف الدوله، حاکم وقت قزوین تأسیس شد. یکی از چهره‌هایی که در تاریخ معاصر قزوین منشأ خدمات بسیاری بوده ارباب برزو مهرشاهی است. مکانی که ما امروز ایستادیم اولین کارخانه برق قزوین هست که در سال 1308 توسط ارباب برزو مهرشاهی مالک گرند هتل تأسیس شد در شراکت با بلدیه یا شهرداری قزوین و نخستین برق تولیدی از این کارخانه معابر شهری قزوین رو روشن کرد. ارباب برزو به هتلداری علاقمند بشه و در سال 1298 اولین گام رو برای تأسیس هتل بزرگ قزوین یا گرند هتل برداشت و این هتل در اواخر سال 1299 یا نخستین روزهای سال 1300 اونگونه که مرحوم دکتر دبیر سیاقی اشاره کرده است تأسیس و به بهره برداری رسید. در کنار این هتل در کوچه‌ای که پیش از اون کوچه عدلیه نام گرفته بود کارخانه کوچک برقی رو ارباب برزو برای تأمین برق مورد نیاز گرند هتل ایجاد کرد. در دوره پهلوی دوم این فعالیت این کارخانه ادامه داشت و بعد از تأسیس شرکت برق ایران و دولتی شدن برق در اوایل دهه 40 عملاً این کارخانه از فعالیت ایستاد و در اوایل دهه 60 متاسفانه بر اثر اقدام عجولانه و غیر مسئولانه مسئولین وقت شهرداری این کارخانه از میان رفت و به جای اون بوستان کوچکی که امروز در این انتهای کوچه برق مشاهده می‌کنید ایجاد شد. وجود یادمان‌های تاریخی یا یادمان‌هایی که خاطرات شهر جمعی رو در شهر تداعی می‌کنه خودش به عنوان یک برند تاریخی و گردشگری قابل توجه و تأمل هست و می‌تواند سبب ایجاد جاذبه‌های ویژه‌ای در حوزه گردشگری و تاریخی بشه. اما متأسفانه تخریب این یادمان‌ها سبب از میان رفتن خاطرات جمعی و یادمان‌هایی خواهد شد که روزگاری می‌توانست به عنوان یک برند گردشگری جاذبه‌ای قابل توجه رو برای جذب گردشگران به قزوین ایجاد. بهتر اینه که فعالان رسانه‌ای خصوصا صدا و سیمای ما تو بازشناسی این شهر و این هفته و این روز تلاش بیشتری انجام بدن. آثار باستانی هویت ماست. هر جایی که میرید شما نگاه میکنید اول به تاریخ اون
کشور شهر نگاه میکنی و نگاه میکنی که این از نظر فرهنگی چقدر پیشرفت کرد. حالا خدمت شما که ما که منتظریم الان سالهای سال است از مسئولین میپرسیم، چند مرتبه هم رفتیم مصاحبه کردیم با میراث تهران که آقا اینجا یه همچه جایی از توریست تمام کشورهای اروپایی اومدن اینجا غذا خوردن. من چند روز پیش از یه مسئولی پرسیدم که آقا اینجا چطور شد؟ دم حالا از دست تهران در اومده بیرون، افتاده دست میراث قزوین. انشالله که انجام میشه. هم شهرداری نقش داره، هم به هر حال مردم هر کدوم یه سهمی دارن. طبیعتاً هویت هر شهر و کشوری به حفظ آثار و بناهای تاریخیشه، چون تا زمانی که این بناهای تاریخی، فرهنگهای تاریخی حفظ بشه، هویت حفظ میشه. همونطور اگه از بینم بره، مردم هویت اون شهر رو به فراموشی میسپارن.